گفتگویی داریم با آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد دموکراسی در خاورمیانه، برای بررسی معنای دعوت 220 نماینده مجلس از آخوند رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رژیم. آقای هرسینی، با سلام خدمت شما. در اخبار شاهد بودیم که روز پنجم اردیبهشت 220 نماینده های مجلس رژیم یه نامه خطاب به رئیسی نوشتند و با تشریح وضعیت رژیم از اون دعوت کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. ابتدا در مورد محتوا و نکاتی که توی نامه بهش اشاره شده برای اون توضیح بدید. بله. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. قبل از پاسخ به سوال شما میخواستم مراتب تبریک خودم رو به مناسبت صدور قطعنامه فراحزبی از سوی 225 نماینده کنگره آمریکا در حمایت از مردم و مقاومت ایران و یک جمهوری دموکراتیک و همچنین نقض حقوق بشر و تروریسم آخوندی ابراز بکنم. در پاسخ به سوال شما، به یقین دعوت از سردشخیم قضاییه حکومت، اون هم فردی که دستانش در خون بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال 67 آغشته هستش، نشون از استیصال و درماندگی ولی فقیه برای این دور از نمایش انتخابات قلابی رو داره. حتما بینندگان عزیز میدونن که آخوند رئیسی بخشی از ماشین ترور و کشتار زندانیان سیاسی هست که به اون کمیته مرگ میگیم. برای مثال ابراهیم رئیسی در اون زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با حسین علی نیری، همراه با مرتضی اشراقی، همراه با مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات و اسماعیل شوشتری رئیس اداره زندانها از اعضای کمیته مرکزی برای تصمیم گیری اعدام ها بودند. این کمیته قبل از نوشیدن جام زهر از سوی خمینی برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی که تماما دوران محکومیت خودشون رو گذرونده بودن یا بعضا ملی کشی و اضافه حبس میدادن تشکیل شد و با اون رژیم طی چند ماه بخش بسیار بسیار بزرگی از زندانیان سیاسی رو قتل عام کرد، با اونها رو در گورستان‌های، برای مثال همین نکته‌ای که الان بهش اشاره شد در گفتار قبلی، در گورستان‌هایی مثل خاوران در تهران و یا در شهرهای مختلف شبانه همه رو دفن کردش. سخن از جنایت علیه بشریت هستش که بخشی از آمران اون مثل همین آخوند رئیسی الان بر مسند قوای حکومتی تکیه زدن. در حال گذشته از کارنامه سیاه و خونین برای یکی از دست پروردگان خمینی و خامنه‌ای، باید اضافه کرد که این دعوتنامه در اصل تیر خلاصی هستش بر باند آخوند روحانی و باند قلابی اصلاح طلبان که با اون خامنه‌ای به خوبی مهندسی انقباض و یک دست کردن نظامش رو به بیرون ساطع کرده. اما در این به اصطلاح دعوتنامه، از جمله خطاب به شیخ حسن روحانی از ناکارآمدی، بی‌برنامگی دولت و دستگاه‌های اجرایی سخن به میان اومده. همچنین نماینده‌های قلابی در این نامه به مجموعه بحران‌های حکومت اعتراف کردن که ما الان سال‌ها هستش داریم اون رو به مردم اطلاع میدیم و خبررسانی می‌کنیم. ما به صفت مقاومت ایران، به صفت سازمان مجاهدین خلق که نیروی محوری جنبش هستش، شاخص‌های کلان اقتصادی رو زیر سوال بردن، بحران صنعتی رو بهش اشاره کردن، بحران اجتماعی رو اشاره کردن، حتی بحران‌های مثل بحران فرهنگی و نابسامانی‌های جدی ازش نام بردن، مثل تورم، گرانی لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری، گسترش آسیب‌های اجتماعی، بحران‌هایی مثل تعطیلی کارخانه‌ها، شرکت‌های تولیدی، بحران بورس و بازار سرمایه. اینا نکاتی بوده که در این نامه همه رو بر سر آخوند روحانی خراب کردن. با این سخنان اونها باند مقابل رو زیر ضرب بردن و مجموع شکست‌های رژیم رو برگردن باند آخوند روحانی و طرف مقابل انداخته. این جملات یعنی یک تسبیح حساب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به نظر من امنیتی با جناح مقابل هستش. مثلا اضافه کردن که باند مقابل ضعف بنیانهای تئوریک داره، رخوت و خمودگی عملی داره، فقدان باورمندی داره، فراافکنی میکنه، تئوری بافی بی حاصل میکنه، منازعه گرایی میکنه. یعنی به نظر میرسه، جمله آخر من اینه که به نظر میرسه این جملات فقط صدور حکم اعدام آخوند روحانی، جواد ظریف و تیم اون رو کم داره که فکر میکنم اگه این اوضاع احوال در درون رژیم به این صورت پیش بره تا چند وقت دیگه اونم صادر میکنه. بله، شما الان اشاره کردین به این نامه 220 نماینده به عنوان یک دعوت نامه. حالا دقیقا معنی این کار چیه؟ مگه قوه مقننه میتونه از کسی بخواد که مثلا کاندید رئیس جمهوری بشه؟
سوال بسیار بجایی کردیم. به یقین این اقدام که تماما زیر نظر شخص خامنه‌ای صورت گرفته در تاریخ پارلمان‌های جهان و پارلمان‌های جهان بی سابقه هستش. یعنی قوه مقننه یک کشوری بیاد برای قوه مجریه نفر تعیین بکنه. معلوم میشه اون چی که در این رژیم غرق در بحران و در غرق در بن‌بست اصلا وجود خارجی نداره، همون اصل تفکیک و استقلال قوا هستش. به هر حال این دعوتنامه از سوی 220 نماینده حکومتی بی ربط با این خیز خامنه‌ای برای یک دست کردن رژیمش هم نیست، چرا که ترکیب فعلی مجلس اگه ما نگاه بکنیم این ترکیب از 290 تا نماینده تشکیل شده، 220 تاش مال باند خامنه‌ای هستن، 70 تا هم به عنوان دکوراسیون از باند مقابل هستن. مضافاً بر این واقعیت هم باید به رأس مجلس نگاه بکنیم که الان در دست پاسدار قالیبافه و قالیباف هم میدونیم که از بستگان خامنه‌ای هستش. لذا این هرمی رو که من الان خدمت شما عرض کردم تمام نشان از طرح و برنامه از پیش نوشته شده از سوی بیت خامنه‌ای داره. بر این اساس ولی فقیه داره با دو تا تیم وارد این دور از نمایش انتخابات میشه، یکی از طریق فرماندهان سپاه و نیروی تروریستی قدس و دیگری آخوندهای دستشانده و جنایتکار وابسته به خودش از قبیل همین آخوند رئیسی. هنوز معلوم نیست که البته رئیسی به این درخواست پاسخ مثبت بده، تاخچه بالا بذاره یا نه، ولی تا همین جای قضیه هم میشه گفت که طرح یک دست کردن رژیم الان با فرماندهان سپاه یا آخوند رئیسی یک طرح جدی برای انقباض هرچی بیشتر رژیم هستش. به هر حال دعوت از یکی از آمران قتل عام زندانیان سیاسی برای آمدن به این میدان مملو از مین خودش مبین جنگ قدرت و نوعی هم بلبشو برای این دور از نمایش انتخابات هستش. یک نمونه همین وضعیت رو ما الان در گفتار قبلی دوستمون دیدیم که فایل صوتی جواد ظریف بود، همزاد پاسدار قاسم سلیمانی، که الان به مثل یک بمب در درون حکومت منفجر شده. به قول رهبر مقاومت آقای رجبی میگن ظریف در پایان دوره وزارت از ترس مکافات دست به آکروبات بازی زده، تلاش میکنه همه چیز رو از گردن خودش باز بکنه و با گردن همزادش سردشخیم به هلاکت رسیده قاسم سلیمانی بیاندازه، اون هم در زمانی که خامنه‌ای دستش رو در انتخابات از طریق نمایندگان مجلس در مجلس ارتجاع با دعوت از رئیسی رو کرد. بله. این وضعیت بحرانی رژیم است. بله. حالا آقای هرسین شما اشاره کردید که این نماینده مجلس یک کار بی سابقه یه تو دنیا، حالا چرا خامنه‌ای دست خودش رو اینطوری رو کرد و چه نقش مسیری براش محتمله؟ خامنه‌ای به نظر میرسه یک قصد داره تا قبل از مرگ شکاف رو در رأس حکومت ببنده. از اونجایی که فرصت زیادی نداره، منطقا بهترین زمان برای این مهندسی رفتن به سوی انقباض کامل در همین دور از نمایش انتخابات قلابی هستش. یعنی اگر ولی فقیه موفق بشه به این کرسی رو کسب بکنه، هر سه قوه رو تحت تویول خودش در آورده و موضوع جانشینی و تب و لرزهای ناشی از اون برای خامنه‌ای منتفی خواهد شد. مشکل رئیسی برای رسیدن به پست ریاست جمهوری در دو نکته نهفته است. نخست عمق تنفر مردم از اون به خاطر دست داشتن در قتل عام و کشتار زندانیان سیاسی و اینکه اساساً اون رأس یک باند فاسدی به نام قوه قضاییه هستش که ناعدالتی، سرکوب، عرضم به حضور شما چپاول، غارت و زور به مردم، زورگویی به مردم از در و دیوارش داره میباره. و نکته دیگه هم اینه که از نظر خامنه‌ای جانشینی بعدی اون که اتفاقا همین رئیسی یکی از کاندیداهای مطلوب اون هستش، باید این مقدار تجربه اداری برای امور کشور داشته باشه. بهترین میدون هم همین میدون پست ریاست جمهوری از نظر خامنه‌ای که تا الان یه بارم پیشتر اگه خاطرتون باشه خیز برداشته بود که با شعار نه به شیاد و نه به جلاد از طرف مقاومت ایران شکست سنگینی کرد. مضاف هم بر تمام این نکاتی که خدمتتون عرض کردم، الان شعار تحریم انتخابات هستش که از سوی مقاومت ایران به میان مردم رفته، تنفر اجتماعی، عمق نارضایتی عمومی، خیزش‌های اقشار ضرب خورده ما طی ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف داریم می‌بینیم، کارگرها، کشاورزان، معلم‌ها، بازنشستگان، پرستارا، مالخورده‌ها نمونه‌های گویایی هستند از این بحران اجتماعی. در صحنه خارجی هم تابلوی دیگه‌ای که وجود داره فکر می‌کنم وضعیت برای رژیم بسیار بسیار وخیم خواهد شد اگر آخوند جلاد رئیسی رو بر سر کار بیارن. موضوع نقض حقوق بشر در دستور کار طرفهای خارجی قرار خواهد گرفت، نمونتاً ایالات متحده که الان یکی از طرفهای مذاکره با رژیم خواهد بود. تابلوی دیگه ای هم وجود داره گذشته از این نکاتی که خدمتتون عرض کردم و اون اینه که اگه خامنه‌ای نتونه رئیسی رو بر کرسی بنشونه،
به یقین شکاف در بالای نظام همچنان مثل تا به امروز باز خواهد موند. بدین سان خیزش قیام گرسنگان نارضایتی و رو به فزون خواهد گذاشت و این همون بنبست مرگباریه که ما از این صحبت میکنیم برای خامنه ای به ویژه در این دوره. بله، الان هم یک کامنتی از طرف یکی از هموطنانمون به دستمون رسیده که گفتن پرچم شهدای خاوران در دست ماست و آرمان اونها هدف ماست و ما زنده ایم. بله، جوشش خون همین شهیدان هم هست. با تشکر از شما آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد دموکراسی در خاورمیانه که در این گفتگو همراه ما بودید.